تظاهرات میلیونی مردم عراق در روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات دیکتاتوری آخوندی، محکومیت سفر پاسدار احمدی نژاد به عراق و جنایات شبه نظامیان مالکی در کوچ اجباری در دیالی با طرح و برنامه رژیم ایران. احمدی نژاد جنایتکار خون مردم عراق را ریخته. رژیم ایران حامی شبه نظامیان و عامل سرکوب مذهبی در عراق و عامل انفجار مراقد امامان عسکری در سامراست. و هو زیارت احمدی نژاد الى العراق، هذا القاتل المجرم الذي اوغل بدماء العراقيين. نقول نحن العراقيون جميعا، نحن العراقيين جميعا لا نحب بنجاد. وتضع حدا للأعمال الإجرامية والقمعية والتي ترتكبها سلطة المالك من خلال ميليشياتها ضد المكون السني في العراق. وهو زيارة أحمد نجاد إلى العراق، هذا القاتل المجرم الذي أوغل بدماء العراقيين. نقول نحن العراقيون جميعا، نحن العراقيين جميعا لا نحب بنجاد. هذا الذي أطلق يد الميليشيات التي تقتل وتهجر وتذبح، لا أقول فقط بأهل السنة بل بالعراقيين جميعا، لأن جميع التفجيرات التي تجري في العراق وبلا استثناء إنما تقف وراءها دولة واحدة وهي إيران، إيران الصفوية، إيران القاتلة، إيران المجرمة. ألا لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المجرمين. زيارة أحمدي نجاد العراق غير مرحب بها، لأنه هو المسبب الرئيسي لكل هذه الجرائم التي تحدث في العراق. هم الممولين وهم الداعمين، وهي اليوم الميليشيات في العراق التي تقتل وتهجر وتشيع الرعب والخوف في شوارع العراق، هي كلها تابعة لإيران. وبالتالي من قبله السبب الاحتقان الطائفي وتفجير مرقدي الإمامين الذي كان سببه ومنفذه هي إيران، بالتالي زيارته غير مرحب بها. بل يستشعر العراقي وتذكر كل المآسي التي يمر بها ومر بها من قبل، وكل هذه الآلام والقتل والدماء والرعب والخوف، والذي يراد للعراقي أن ينحدر إلى منحن خطير وإلى هاوية إلى الهاوية وإلى هذا الاحتقان الطائفي، كله سببه إيران كي تحصد من ثماره ومن نتن هذه الدماء ما تعزز بها قوتها ونفوذها في العراق. وبالتالي زيارته غير مرحب بها، ولا حياه الله ولا أهلا وسهلا به. تظاهرات میلیونی مردم عراق در روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات جنایتکارانه دیکتاتوری آخوندی در بغداد و در استانهای نینوا، صلاح الدین، علمبار، دیالی و کرکوک با عنوان صبرمان به سر آمده است، شبه نظامیانتان را متوقف کنید برگزار شد. به رغم سرکوب و خفقان مالکی، این تظاهرات در بغداد در مناطق العامریه، الخزرا، الجامعه، المنصور، یرموک، سیدیه، جهاد، الدوره و الغزالیه برپا شد. قیام کنندگان عراقی در تظاهرات این هفته کوچ اجباری مردم دیالی، سفر پاسدار احمدی نژاد به عراق و مداخلات رژیم آخوندی را به شدت محکوم کردند. برخی سخنرانان خواستار تشکیل نیروی مسلح برای حفاظت از اهل سنت در دیالی و بغداد شدند. در تظاهرات علمبار که وارد 210 روز خود شده است، تحسن کنندگان شکست مذاکرات با دولت مالکی را اعلام کردند. تلویزیون بغداد گفت انبوه جمعیت میلیونی مردم در تمامی میادین تحسن در استانهای به پا خواسته اعلام کردند به تظاهرات و تحسن ادامه خواهند داد. ونستذكر أيضا من خلال قناتكم الشريفة زيارة الرئيس الإيراني المنتهي ولايته أحمد نجاد الذي قتل أبناء السنة في العراق. یک شهروند عراقی به تلویزیون فلوجه گفت ما دیدار احمدی نژاد از عراق را محکوم میکنیم. او قاتل فرزندان اهل سنت عراق است و از شبه نظامیان پشتیبانی میکند. احمدی نژاد مسئول قتل اهل سنت عراق در بغداد و دیالی است.
جمعیتی که اینجا جمع شدند به رغم شرایط سخت و گرمای هوا در ماه رمضان لحظه به لحظه زیادتر می شوند. دولت مالکی فکر می کرد که در ماه رمضان جمعیت تظاهر کننده و متحسن کمتر خواهد شد. ما به دولت می گوییم در خیال باطل هستی. ما بر اصرار خودمان بر خواستهای مشروع و قانونی ما می افزاییم. ادراه نتایج حکومه انه في شهر رمضان سيقل عدد المتظاهرين والمعتصمين نقول هذه الحكومه اتوهنا رغم هذا الحر وفي شهر رمضان يزيدنا اصرارا على مواصله هذه المطالبات المشروعه التي اقرها الدستور. یکی از خطیبان نماز جمعه گفت دو روز قبل رئیس جمهور رژیم ایران به عراق آمد تا عراق بیشتر تحت سلطه رژیم ایران برود. رژیم ایران عراق را اشغال کرده است. قبل یومین حال رئیس ایران على القبض النفسي يدمر المقدار. به گزارش تلویزیون الجزیره خطیب رمادی گفت به حکومت مالکی و کسانی که با آن هستند و کسانی که به شبه نظامیان پشتیبانی میدهند هشدار میدهیم شبه نظامیانتان را متوقف کنید. ننادی الحکومه و من معها و من سند المیلیشیات کفو میلیشیاتکم. ما در مسجد ساریه 50 شهید دادیم. در عراق شبه نظامیان حکومت میکنند. و علی جسر ساریه اعطینا 50 شهیدا فی ضربه واحده. واقعیتی که در عراق وجود دارد این است که شبه نظامیان از سوی دولت مالکی به رسمیت شناخته شدند. شما در برابر شبه نظامیان سکوت کرده اید. فانتم سکتتم علی المیشاد و نحن لا نريد ميليشيات طائفيه. ما در دیالی و در هر استانی باید تلاش کنیم نیروی برای حفاظت از اهل سنت در دیالی یا در اماکن دیگر تشکیل دهیم. ما اقدامی غیر از این را قبول نمی کنیم. ما اعتمادی نداریم. باید اهل سنت از خودش حفاظت کند. امروز در انبار پیشنهاد می کنم که این جنبش فقط به جمعه ها بسنده نشود. باید آینده جنبش را مشخص کنیم. باید جبهه‌ای یا کنگره‌ای به عنوان نماینده جنبش در هر استان تشکیل شود. لابد ان هذا الحراك لا ينتهي كل جمعه تاتون وتذهبون لابد من وضع مستقبل الحراك ولابد من اعلان جبهه او مؤتمر يمثل الحراك من كل محافظه. كبرناك ممثل للشعب وهنا حكومة ترعى مصالح الشعب تخاف على مستقبل الشعب لك طردته ولم تعطه إذن بثبوت لا له ولا طائرتهم. دکتر ناجی المیزان از سخنگویان کمیته‌های مردمی در میدان حق در سامرا دیدار احمدی نژاد از عراق را محکوم کرد و خواستار بازخواست از احمدی نژاد به خاطر انفجار مراقد امامان عسکری شد. به گزارش تلویزیون بغداد دکتر ناجی المیزان گفت این دیدار پذیرفته شدنی نیست. اکنون فاش شده که این مرد با انفجار مراقد امامان عسکری توطئه بزرگی را که به حیات میلیون‌ها عراقی ربط دارد علیه مردم عراق به کار گرفته است. خواسته ما این است که احمدی نژاد را به خاطر موضوع انفجار مراقد امامان عسکری در سامرا مورد بازخواست قرار دهند. خواسته ما این است که این پرونده در محاکم بین المللی بررسی شود و مجرمان محاکمه شوند. پس بگذارید این تحقیق در دادگاه بین المللی تکمیل شود. از سوی دیگر کوچ داده شدگان و شهدا همه به خاطر جنگ مذهبی کشته شدند. ما امروز خواهان اخراج احمدی نژاد و تکمیل تحقیق بین المللی هستیم. به طور صریح بگویم پرونده شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران که از این رژیم پول و سلاح دریافت می کنند و مردم عراق را می کشند باید باز شود. قضية الآية الذي يقطعون الماء عنه وخالف كل الاتفاقيات بخصوص الدول المتشاطئة وأدخلوا الكثير من المناطق في جفاف تام. متحسنین انبار با تأکید بر پایداریشان در میادین تحسن به برگزاری نماز شب در ماه رمضان ادامه می‌دهند و تأکید کردند که حلول ماه مبارک رمضان و روزداری آنها را از درخواست برای حقوق مشروعشان باز نمی‌دارد. لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعا. انجمن زنان آزاده استان علمبار خواستار مشخص کردن و سهمیه دادن برای محل برگزاری نماز جمعه زنان در میدانهای عزت و شرف شد.